کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع. با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. با سلام و درودی دوباره حضور تک تک شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تلویزیون مانی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرامرز طاهری به همراه میهمانان گرامی برنامه جناب آقایان چوبینه و عجمی امروز 18 فوریه سال 2018 با یکی دیگه از میزگردای روشنگری اتاق زوم رادیو تلویزیون مانی در خدمت شما هست. موضوع برنامه امروز پیرامون راه‌های جدایی دین از سیاست که عمدتاً سکولاریسم و لایسیته است، همچنین تفاوت اونها با همه که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. ضمناً شما می توانید برنامه‌های رادیو تلویزیون مانی رو در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام، همچنین رسانه فیسبوک و توییتر هم پیگیری بکنید. اجازه میخوام ابتدا سلام و خوش آمدگویی داشته باشم خدمت میهمانان گرامی میزگرد و از اونا تشکر کنم بابت پذیرش دعوت این برنامه. به نظر من اگر ملتی صفت شجاعتش رو فراموش کنه، طبعا نسبت به اون علاقه و تعصبی هم نمیتونه از خودش نشون بده. اینو از این جهت میگم که امروز همه ما ایرانی ها به این شجاعت نیاز داریم تا تصمیم درستی برای آینده کشورمون بگیریم. جدایی کامل و بی اما و اگر دین از سیاست امروز نه فقط در ایران، بلکه تقریبا برای تمام کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای آزاداندیشی مطرحه. خاورمیانه ای که در اون دین حضوری همه جانبه و پررنگ در تمام عرصه‌های عمومی سیاسی داره و نام خدا همه جا به گوش میخوره. در واقع با نام خدا همه چیز در این منطقه مجاز شده و افرادی با انگیزه‌های متفاوت تنها با استفاده از نام خدا دست به اعمال و جنایتی میزنن که کمتر میتونیم نظیر اونو در دیگر نقاط جهان ببینیم. خب روی پرچم داعش، حزب الله لبنان، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، طالبان و تمام گروه‌های ریز و درشت اسلامگرایی که مانند علف در این منطقه سبز شدن، نام الله نقش بسته و همه اونام سیاست‌ها و اعمال خشونتبارشون رو به نام خدا به مردم تحمیل میکنن. ما اینجا بحث بر سر یکسان بودن کشورها و گروه ها نداریم، اما برای ما روشنه که همه اینا یه ویژگی مشترک دارن، اونم خانش حد اکثری از دین و ایدئولوژی اسلامیه که نتیجهش میشه سخن گفتن و فرمان راندن از طرف خدا، سنگر گرفتن پشت نامش و همزمان دشمنی با یک دیگر. واقعا راه حل موضوع اساسی چیه؟ به نظر من صرف نظر از تمام نقد و انتقادهایی به دین اسلام و شیعه و کل ادیان داریم، در این مقطع زمانی جدایی کامل دین از سیاست در راستای پایان دادن به این آشوب‌ها و نابسامانی‌ها راه حل معقولی میتونه باشه. اما ما برای اجرای شدن جدایی دین از سیاست در جامعه نیاز به عقیده‌ای مبتنی بر جدایی نهادهای حکومتی از نهادهای مذهبی و مقام‌های مذهبی که به اون در دنیای سیاست اصطلاحاً سکولاریسم گفته میشه و یا عدم مداخله دین در امور دولتی، همونطور که دولت در امور دینی مداخله نمی‌کنه، که به اون سکولاریسم فرانسوی یا لایسیته گفته میشه داریم. این راهکارا اجرا و تایید شده در طول تاریخ بشر، ثابت شده که برای جوامع انسانی راهکارهای درستی هستن. من شخصا نظرم بر روی لایسیته است. چرا؟ چون معتقدم لایسیته
حرمتگذارترین ذهنیت یا موضع‌گیری نسبت به حقوق آزادی انسان، آزادانه انسان و روابط اجتماعی اونه که مدام و بی‌وقفه ارزش‌های اومانیستی یا انسانگرایی دموکراتیک رو در روابط جمعی انسان‌ها گسترش داده و دامنه دار می‌کنه. ضمن اینکه به حراست از آزادی‌های فردی و بقای دموکراتیک کلیه تشکل‌های جمعی مثل احزاب و جمعیت‌ها، همچنین آزادی بیان و پراکندن اندیشه‌های آزادی خانه متحده. حالا با توجه به این مقدمه من میخوام از جناب آقای چوبینه تقاضا کنم تعریف جامع‌تر و متناسب با وقت برنامه از این دو راهکار برای شنوندگان و بینندگان ما ارائه بدن. ما میشنویم سخنان شما جناب چوبینه. من روز بخیر میگم به همه دوستانی که اکنون حضور دارن و ایرانیانی که بعدن شاید صدای ما رو بشنون. اصولا مقوله سکولاریسم یک مقوله است که پیوسته است با عصر روشنگری در اروپا، یعنی باید گفت که این نحوی تفکر برای جدایی همه چیز خدایی و پیوستن و وصل کردن آن به خدا و ما برای طبیعت یک مقوله است که باز با اندیشه های فیلسوف خندان عصر روشنگری ولتر آغاز میشه و بعد میبینیم که ژان ژاک روسو، مونتسکیو و در حین انقلاب فرانسه دیدرو و دیگران هم به این مسائل پیوستن و به تبلیغ سکولاریسم پرداختن و دنبالش بودن. علتش هم این بود که این نحوه تفکر در حقیقت میل داشتن دخالت کلیسا رو در مسائل دولت و حکومت مانع بشند و اجازه ندن که اسقف ها و مقامات مذهبی کلیسای کاتولیک و یا پروتستان در مسائل زندگی این جهانی مردم فرانسه و سپس کشورهای دیگه دخالت بکنه. البته در اینجا باید من یک چیزی رو برای اینکه رویم رفته صرف وقت کرده باشیم، اکنون سراسر جهان کشورهای زیادی وجود دارن و اکثریت کشورها سکولار هستن بغیر از یه تعداد کشورهایی که اسلامی هستن و نهادهای دینی دخالت دارن در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. باید گفتش که در خیلی از مناطق جهان و کشورهای جهان اندیشه سکولار در این جوامع رسوخ کرده و انجام می‌گیره. چیزی که بی نهایت مهم هستش، ما اکنون متفکرین امور مسائل اجتماعی بر این باورند که دموکراسی در هیچ کجای جهان تقویت و بنیان محکمی پیدا نخواهد کرد اگر اون کشور سکولار و یا لائیسیته درش رعایت نشه. بین لائیسیته و سکولار شاید در قرون گذشته در اوایل یه نسبت‌هایی به هم می‌دادن، ولی اکنون باید گفتش که در همه جای جهان چه ما لغت لائیسیته رو استفاده بکنیم و چه سکولار رو، باز هم همان معنی رو میده که جدایی نهادهای
حکومت و دولت از نهادها و مقامات دینی هستش. در یک کشور دموکرات همه احزاب و مذاهب آزاد هستند و هیچ کدام به جز مذاهب دخالتی در سرنوشت دولت و برنامه های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و غیره و سیاسی جامعه کشورشون ندارد. در حقیقت باید گفتش که معنی همگامی پیدا کرده. در سکولاریسم ما میدانیم که دموکرات ها یعنی دموکراسی خواهان معتقدند که دین یه مقوله شخصی هستش، کاملا شخصی و به زندگی شخصی او ارتباط داره و از مقوله همگانی خارج میشه. یعنی دولت و حکومت نه به دین مردم کاری داره و نه به مذهب حق میده که در دولت و حکومت دخالتی بکنه. پس اندیشه این جهانی و اون جهانی دیگه تعطیل شده در جوامع انسانی. یعنی اینکه به قدرت‌های ماورای طبیعه متوسل شدن برای حل مشکلات جامعه بشری به کلی در سراسر جهان دیگه تعطیل شد و دیگه کسی به این مسائل فکر نمی کنه، به دنبال این گونه ایده ها هم نیستش. در کشورهای دموکرات همه ادیان و مذاهب جایگاه یکسانی دارن و به طور مساوی با هم زندگی میکنن. یکی از بحث هایی که در سکولار کشورهای سکولاریسم مطرح هستش، اتفاقا معتقدن که به علت این که دولت در کار مقامات مذهبی و نهادهای مذهبی دخالتی نمیکنه، پس در حقیقت آزادی مذاهب و حرکات و یا حرکات اینها هم زیر مهمیز نهادهای دولتی قرار نمیگیره و به همین دلیل در دموکراسی سکولار مردم مذهبی میتونن به سادگی مسائل مذهبیش رو دنبال بکنن، مسائل خصوصی شده و نه چیز دیگه. از طرف دیگه دولت هم احساس امنیت و راحتی میکنه برای پیشبرد اهداف مختلف خودش، اهداف این جهانی خودش و واقعی و ملموس جهان بشری و دیانت و مذهب درش دخالت نخواهد. پس یه تفاهم زمینی و قانونی در جامعه ایجاد شده که این سبب میشه که جامعه به آشوب و به پریشانی اجتماعی گرفتار شه. گوش من با شماست. سپاسگزارم از شما جناب آقای چوبینه. قرار بود که تو این میزگرد جناب آقای دکتر کیانزادم تشریف داشته باشن، بعدن به ما گفتن که ایشون سرما خوردن، امکان داره نباشن، ولی مثل که تشریف آوردن. جناب آقای کیانزاد خدمتون سلام عرض میکنم و خوشحالم که وضعیتتون روبرا شد و توانستید به ما افتخار بدی و در این میزگرد شرکت بکنید. من بعدن با شما صحبت میکنم. عرضم بزرگ شما که بله، درود بر دوستان گرامی، درود بر جناب تاهری و سپاس از دعوتی که انجام دادید. بله، من 5-6 روزی که گرفتار گریپ سخت شدم، ولی
خوشبختانه از امروز حالم بهتره و امیدوارم که در هنگام سخن اگر صرف و این چیز آمد عرض شود که دوستان بدانند. خب نخست درود بر دوستان گرامی جناب بهرام چوینه که ارادت ویژه خدمت ایشون دارم و بایستی بگویم که بارها در منزل بانو ارجمند عرض شود که شاید که بگویم که 14-15 سال یا بیشتر یا کمتر گذشته. بنابراین خوشبخت هستم که امشب پس از مدت ها جناب علی رو میبینم، همچنین جناب عجمی هم که عرض شود که آشنا با ایشون هم هستم و در نشست های شرکت داشتیم. در رابطه خب البته در رابطه با مسئله سکولاریسم و لایسیته جناب بهرام چوینه سخن به گونه گستردگی بیان داشتند، اما آنچه را که من در این رابطه میتوانم بگویم این است که به هر روی آنچه را که ما بیان می‌داریم، یعنی بگوییم که الیت جامعه ایران و روشنفکران ایران خب در رابطه با مسئله سکولاریسم و لایسیته شاید که در درازای این چند دهه گذشته پس از انقلاب فاجعه آفرین 57 به درازا شاید صدها و صدها نوشتار وجود داشته باشه و بعد هم در نشست‌های بسیار که درباره‌اش سخن گفته شده. من یه اشاره‌ای در این رابطه در واقع دارم که شاید که 4 سال پیش بود در شهر بوخوم در یکی از نشست‌های عرض شود که سکولار دموکراسی در آن هنگام که خب دوستان فکر میکنم که میدانند که جناب نوری‌علا در آن هنگام در این رابطه فعال در واقع بودند، در اون نشست جناب آقای حسن شریعت مداری فرزند آیت الله حسن شریعت مداری شرکت داشتند. وقتی که بحث سکولاریسم مطرح شد ایشون آمدند و گفتند که جامعه ایران وضعیتی رو داره که ما در واقع اگه بخوایم زیاد به این مسئله سکولاریسم بپردازیم بعد هنوز این جامعه جامعه مذهبی است و باورمندان به مذهب بعد این مسئله براشون پیش میاد، مثل این که کسانی که حرف و سخن از سکولاریسم به میان میآورند اینها در واقع مخالف دین هستند و منظور ایشون در واقع در آن هنگام این بود که ما زیاد به این مسئله در واقع نپردازیم. من در آن هنگام در پاسخ ایشون بیان داشتم که جناب حسن شریعت مداری در هنگامه ملی شدن صنعت نفت و نهضت ملی ایران آن هنگامی که در مجلس شورای ملی دکتر محمد مصدق وقتی جلو صحبتش گرفته شد اومد گفتش که عرض شود که من میرم و مجلس اونجاست که مردم ایران باشند، آمد رفت در جلوی میدان بهارستان و کسی که محمد مصدق رو در واقع روی شانش بلند کرد یه عمامه به سر بود در آن هنگام و که نامش امیدوارم به یادم بیاد، مجمع مسلمانان مجاهد در واقع که من هنوزم میدونم در خیابان
در خیابان ناصر خسرو کوچه خداوندآلو عرض شود که در آن هنگام بود، که بعدا هم اومد لباس و پس از چیز عرض شود از تنش در آورد و فردی و شخصی شد. و بعد اشاره بر این که این جامعه دوران در واقع نهضت ملی ایران که به گونه ای باورهای مذهبی هم بود، شاید شدیدتر از در واقع بگوییم پس از گذشت 70 سال 60 سال، ولی در آن هنگام مسئله برای مردم، همه اون کسانی که آمدن در واقع در رابطه با استقلال، آزادی و پیش تاختند و بعد هم بر ضد استعمار انگلستان، مسئله مذهب مطرح نبود، مسئله سیاست در واقع مطرح بود، مسئله استقلال کشور در واقع مطرح بود. این بود که این پاسخ من در آن هنگام به ایشون دادم و گفتم نه، اتفاقا مردم خوب درک میکنن و اگر این درک رو هم در گذشته به گونه‌ای نداشتند، پس از این انقلاب فاجعه آفرین 57 و عرض شود که رویدادهایی که بر سر ملت ایران و بر کشور ما به این سیاه روزی که ما امروز افتادیم آمده، دیگر فرق میان دخالت دین در حکومت رو در واقع خیلی خوب شناختند. به همین دلیل هم هست که اکثریت مردمان ایران که بگوییم هم که اکثریتشون باورهای مذهبیشون دارن و هر گونه ای که دارن، اینجا اشاره شد کاملا درسته، باور به مذهب یه مسئله فردی و شخصی است تا هنگامی که دخالت در باورهای دیگران در واقع نداشته باشه. من همواره گفتم سکولاریسم رو در واقع به این صورت میتوان بیان داشت، یعنی دو روی یک سکه است. در روی یک سکه این است که ما به باورهای مذهبی و غیر مذهبی مردم، باورهایی که مردم دارند، حتی اون کسانی که در واقع لایک هستن، کسانی که اصولا باوری به مذهب ندارند، ما احترام میذاریم، حرمت میگذاریم. روی دیگرش هم در واقع این است که دینداران در واقع دخالت در امر سیاست و حکومت در واقع نکنن و این به این صورت بیان چنین مسئله‌ای. من فکر میکنم که جناب طاهری از سوی ملت ایران و مردمان ایران در درازای این چند دهه گذشته کاملا شناخته شده، یعنی در واقع درک درستشو در واقع دارند و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم که و چون مسئله لایسیته و به گونه ای مسئله سکولاریسم از نظر به اصطلاح جنبه بگوییم فلسفه سیاسیش به گونه ای سیاله، یعنی این که ما اگر که بخواهیم در جامعه ایران این مسئله رو به طور گستردهش مطرح بکنیم، بیان بداریم، شاید که در شرایط کنونی یک وضعیتی رو به وجود بیاره که بعد اون اکثریت بیاد بگه که خب این یعنی چی مسئله لایسیته. و نظر من بر این است که ما در واقع در رابطه با همین جدایی دین از مذهب که این رو مردم در واقع شناختند و باور بهش پیدا کردند، بیشتر تبلیغش رو باید بکنیم و پیش ببریم و اون مسائل در هنگامی است که پس از بزیرکشی این جمهوری اسلامی، آموزش و پرورشی است که میبایستی که در کشور ما در واقع پیش بیاد و مردم بتوانند خودشون مستفرزندان ملت بتوانند فکر بکنند، بیاندیشند که میخواهند باور به مذهبی داشته باشند، نداشته باشند، چه میخواهند، چه نمیخواهند. بنابراین من فکر میکنم که به این صورت ما میتوانیم مسئله رو در واقع همواره بیان بداریم و گسترش بدیم. سپاس، من تمام. سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای کنزاده. در پیرو سخنان بسیار خوب جناب آقای کیانزاده میخوام بگم که
غیر قدسی یا غیر دینی نمودن تمام نهادهای عمومی دولت و آموزش نظام حقوقی سکولار هدفش رهایی از استعدادهای دینی و کلن هر نظام ایدولوژیکه که متاسفانه در حال حاضر بر سر اکثر کشورهای مسلمان منطقه سایه انداخت. بنابراین تحقق ابتدایی ترین و ساده ترین آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی، همچنین تحقق عدالت اجتماعی و محو اختلافات جنسیتی در جامعه ایران و نجات مردم ایران از بی‌حقوقی صرف فقط در گروه سکولاریسم یا لایسیته است. حالا میخواستم از جناب آقای عجمی بخوام، خواهش کنم که برای ما توضیح بفرمایند آیا به نظر شما لایسیته یا سکولاریسم اساساً دخالتی به حریم شخصی انسانها داره، یا اینکه این دو راهکار باورهای دینی و اجرای مناسک اون همچنین اجرای فرایض دینی مردم در حیطه خصوصی رو تهدید میکنه؟ بفرمایید جناب آقای. متشکرم آقای طاهری، و فکر میکنم یک سوال نبود در این یک سوال شما، مجموعه ای از سوال‌های بسیار پیچیده و تاریخی نهفته است. و البته اجازه بدین در درجه اول من عرض ارادت بکنم خدمت آقای کیانزاد، و خوشحالم از اینکه سلامت نسبی را به دست آوردن و ما از حضورشون اینجا مستفیض شدیم. عرض کنم خدمت شما در رابطه با مسئله سکولاریسم و لایسیته، در درجه اول شما در مقدمه شروع برنامه به لایسیته زیاد تکیه کردید که در همینجا من اعلام میکنم که با شما موافقت در این زمینه که در نهایت به این نتیجه مردم ما و یا سیستم های آینده برسن. و در رابطه با اصولاً مبنای شروع قضیه سکولاریسم در دنیا، آقای چوبینه توضیحاتی دادن که به درستی توضیح دادن که برمیگرده به قرون میانه قرن 15-16 که معمولاً از جنگ‌هایی که خود ادیان با هم دیگه داشتن و باعث تخریب و جنایات بیشماری میشد بین خود نه فقط ادیان و طرفداران مذاهب مختلف، بلکه باعث میشد که کشورها را و سایر مردمهای را که اصولاً یا حالا دین نداشتن یا به هر شکل دیگه ای، اونها را هم به صورتهای مختلفی با فاجعه زندگی روبرو میکردن، که البته از شروع اون وقتی که در نروژ شروع شد و این به عنوان یک قدم اولی، به عنوان یک رنسانس اولی که برای ایجاد یک عدالت، برای جلوگیری از تمام این جنگ‌های دینی و مذهبی و برای جلوگیری از تمام این خونریزی‌ها و فاجعه‌هایی که به دست آوردن، باید راه حلی پیدا بشود، که البته آقای شیرینی با آقای ولتر اشاره کردن که به درستی هم اشاره کردن که ایشون بعد از بقیه فلاسفه نروژی و یا کشورهای دیگه مثل اسپانیا یا پرتغال و ایتالیا جایدی و بلخص در یونان هم همین مشکل رو داشتن، شروع کردن که به هر حال ما برای ایجاد یک عدالت اجتماعی که مقدمه ایجاد یک دموکراسی باشه و جلوی تمام این قتل ها و جنایت ها و فجایع رو بگیرن، با به شکل سکولاریسم فلسفه اون، یعنی جدایی از، حالا به هر حال این معنی فارسی رو که میکنن، ولی جدایی از چی؟ ولی در اون موقع و هنوز هم که خاورمیانه ما دچار اون هست و به همین دلیل معمولا 500-600 سالی که اختلاف عقیده بیان میکنه از اینجا نشأت میگیره، که میبایست این از چه چیزی جدا بشود و چه چیزی از چه چیزی جدا بشود که برای ایجاد یک سیستم سیاسی عادلانه و سیستم دموکراسی که شامل تمامی اقشار جامعه و آعاد ملت‌های مختلف و خصوص اروپایی باشه، از اینجا شروع شد که حتما میبایست عامل اصلی تمام این جنگ‌ها و این نفرت‌ها و این خونریزی‌ها و فجایع
که دین و مذهب هست را اونو از سیستم سیاسی کشور، از سیستم و بعدها به تدریج از سیستم دولت مداری که ایجاد شد، دولت ملتی که ایجاد شد در فرض کنیم از قرن 16 به بعد، اینهاش این قضیه را عنوان کردن که میبایست حتما از مذهب و دین از سیستم دستگاه سیاسی حاکمیت جدا باشد که بتواند اون عدالت اجتماعی را ایجاد بکند یا قانونمندی را ایجاد میکند، که البته به تدریج این یه مقدار شکل گرفت که خیلی از همین فلاسفه هم که خودشون خداپرست و این چیزا بودن فقط این رو مطرح میکردن، این تئوری رو مطرح میکردن که دولت اجازه دخالت در مسائل ادیان را نداشته باشد و بعد ادیان هم اجازه نداشته باشند در مسائل دولت‌ها و حکومت‌ها به خاطر ایجاد قانونمندی و عدالت اجتماعی اونو رعایت بکنند. به تدریج که پیش رفتیم در کشورهای دیگه معمولاً هنوز هم ادامه داره این تعاریف غیر دقیق و یا اینکه مشابه هنوز ادامه داره در کشورهای، مثلا اگر الان به نروژ که خودش شروع کننده این قضیه بود میبینیم که خود کلیساها دولتی هن، زیر پوشش دولت هن، در صورتی که در سوئد چنین چیزی نیست، کاملا مستقلن و دولت هیچونه اعمالی روی کلیساها روی دولت اعمالی ندارن. ولی به تدریج که پیش رفت و البته این مافیای چنین دینی و مذهبی در کشورهای اروپایی درسته از اونجا شروع شد و از قرن روشنگری آغاز شد، ولی آثار اون هنون هست در کشورهایی مثل ایتالیا که این کاتولیکا الان هنوز همون قدرت و همون، اگرچه نمیتونن دخالت بکنن در مسائلی مثل دولت و حکومت و سیاست، ولی قدرتهایی رو از قدرتهایی برخوردارن، و یا حتی هنوز هم در یونان یک چیزی هست. ولی به تدریج که تکامل یعنی روند و پروسه تکمیلی همین رشد عقلانی جوامع و به خصوص قرن روشنگری باعث شد که به اینجا منتهی بشه که مثلا در فرانسه همون مطلبی که الان شما اشاره بهش داشتید لایسیته را به درستی انجام میدن، که حتی نخست وزیر فرانسه از 2005 بود احتمالاً یا 6 که دیگه دستور دادن که حتی آوردن یک علائم تبلیغ مذهبی در مدارس و جاهای دیگه عمومی اماکن عمومی نباید صورت بگیره و به معنی اعمال آن هست به چیزهای فرهنگی. یکی از مسائل مهمی که باعث میشه که این مسئله هم در کشورهای خاورمیانه و بالاخص ما که هنوز گریبانگیری هستیم این هست که لائیسیته رو به عنوان جدایی دین از سیاست تلقی بکنیم، که در هیچ گونه امور مدیریتی، اجرایی، قضایی، آموزشی کشور دخالت نداشته باشد. اگر قرار است که دولت ها حافظ منافع ملی کشور باشند، اگر قرار است دولت ها حافظ و امنیت احاد مردم را ایجاد بکنن، فقط امنیت جسمی اونها نیست، هرچند که هنوز ادامه میدن در کشور ما و جاهای دیگه این مذهب و اسلام و یا ادیان دیگه، ولی حفاظت از روان و تفکر و عدم اعمال چیز جلوگیری بکنن، اعمال نظریات مذهبی روی افراد و به خصوص بچه‌ها جلوگیری بکنن، اینجاست که مسئله لائیسیته پیش میاد و اختلاف اون با سکولاریسم که فقط دخالت نکند دولت در امور دینی و یا دین دخالت نکند در امور دولت کافی نیست. و به همین دلیل هست که وقتی که وظیفه من هست که حفاظت بکند هم از جان و مال و روان و به خصوص فرهنگ جامعه، ایجاب میکند این مسئله که مسئله لائیسیته رو به عنوان یک مسئله جدی با اون برخورد بکنن و به خصوص وظیفه احزاب و نیروهای سیاسی ما الان این میشود که این رو به هر شکلی که در آینده اگر قرار است جایگزینی داشته باشیم به دلیل ایجاد عدالت و یا همون دموکراسی که میبایست در آینده با اون روبرو بشیم، ولی
در نهایت همین مسائل دموکراسی و عدالت اجتماعی باز اجازه میدهد که خب آزادی ادیان که در حقوق بشر نهفته هست قید شده و یا اینکه اگر قرار است یک دولت دموکراسی تمام قوانین حقوق بشر را رعایت بکند، بنابراین نمیتونه مانع از وجود ادیان بشود، چون خود دین و مذهب اصولا نمیشود با قانون و نمیدونم حرکت‌های نظامی و یا حرکت‌های اجرایی دولت که از بین نمیره توی که یک مسئله فرهنگی تاریخی چندین قرنی است و با آموزش و پرورش از بین میرود. و همین دلیل هست که لائیسیته میتونه به عنوان یکی از قوانین اساسی کشور ما، امیدواریم که در آینده اون مجلس مؤسسانی که قرار است تشکیل بشود این به عنوان یک اصل اساسی قید بشه با رعایت تمام اون مسائل حقوق بشری که با جزئیات کاملش هست، که بتوانن مذاهب آزادی داشتنش رو به عنوان یک امر خصوصی و فردی داشته باشن، به عنوان یک مسئله فردی گروهی در نهادها و اماکن خودشون داشته باشن، صرفاً به دلیل اینکه دموکراسی رعایت بشه، ولی به هیچ عنوان اجازه نداشته باشن که اونو اعمال بکنن در اماکن نهادهای عمومی، فرهنگی، قضایی و یا اصولاً آموزش و پرورش، و بخصوص نونهالان، بچه ها که تأثیر پذیری اونها بالطبع 100% هست وقتی که از طریق خانواده و به هر شکلی. و الان جای خوشبختی است که من 2 هفته پیش متوجه شدیم که رئیس جمهور کشور همسایه ما عجب مشکل داریم افغانستان محسوس نه تاجیکستان، کشور تاجیک، کشور هست. این فرمانهای لائیسیته رو به این شکل اجرا کرد که حتی علاوه بر این که تا 18 سالگی کسی حق ندار اعمال بکنه نظریات ادیان رو به دانش آموز و تا سن قانونی رسیدن که بعد خودشون اعمال میکنن، اخیراً هم دستور داده، البته به یک شکلایی که ما میبینیم که باز میتونه مورد انتقاد باشه که آیا دموکراسی رو از بین بردن یا نه، یا دخالت دادن یا هرچی، نزدیک به 2000 تا مسجد رو به عنوان یک ساختمان هایی که مسجد نباشن در اختیار تأمین امور اجتماعی و یا آموزش پرورش و جاهای دیگه قرار داده که نیاز به ساختمان دارن. با این شدت و حدت حرکت کردن هم میتونه انتقادهای خودش رو داشته باشه. بنابراین برای رعایت دموکراسی و ایجاد عدالت اجتماعی در هر شکلش که همیشه بانی و باعثش مذهبیون هستن و امکان نداره اجازه بدن که بقیه بتونن از آزادی استفاده بکنن، چون هنوز نرسیدن به این مرحله که رعایت آزادی و یا مسائل دموکراسی رو بپذیرن، به همین دلیل هست که دست به تمام این جنایتایی که الان شاهدش هستیم در خاورمیانه میزنن. و لذا ضروری است که در درجه اول این مسئله حداقل اگر گام به گام بخوایم پیش بریم، سکولاریسم به صورت یکی از اصول و نه محور اصلی تمام انقلاب ها و عدالت اجتماعی بپذیریم و سپس در پی ایجاد یک سیستم لائیسیته که حداقل بتونیم مثل فرانسه جلوی خیلی از مسائل بگیریم، اگرچه بعضی از کشورها ممکنه سوکالیست باشن. ترکیه همسایه ما میتونه مذهبی ها از این موضوع سوء استفاده بکنن و به شکلهایی نفوذ بکنن و اعمال نظر بکنن. در خدمت شما هستن در رابطه با مسائل، امیدوارم که پاسخ نسبتاً بسیار. خیلی سپاسگزارم جناب آدم، بسیار جواب مبسوطی بود، ازتون بازم سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم. جناب آقای چوبینه، پیرو سخنان جناب آقای عجمی، از وجه تاریخی سکولاریسم انگلیسی و لائیسیته فرانسوی، من فکر میکنم در سکولاریسم روشنگری از جانب الهیات مسیحی شکل گرفته،
یعنی لوتر خودش کشیش بوده که اومده قدرت کلیسا رو به چالش گرفته، اما لایسیته بیدرنگ رای معارضه با کلیسا رو در پیش گرفته. حالا به نظر شما با توجه به شرایط سیاسی ایران از چه راهی ما بهتر میتونیم به جدای دین از سیاست دست پیدا بکنیم؟ قبل از اینکه صحبت بکنم، من حقیقتا خوشحال هستم که جناب دکتر کیانزاد رو میبینم بعد از سالهای سال که در گذشته همدیگر بیشتر میدیدیم و اکنون حقیقتا خیلی برای من دلنشین هستش. بی نهایت خوشحال هستم، بی نهایت احساس خوشبختی. ببینید، جامعه ما برخلاف جوامع اروپایی دوران روشنگری و آثار دوران روشنگری داشت، ولی متاسفانه به مقوله لایسیته و سکولاریسم بی نهایت کم پرداخته. ببینید، بعد از حمله امپراتوری روسیه به ایران در 1914، بعد از کوتاه بعد از 1914 و بعد گلستان و ترکمنچار، این توافقنامه هایی که بی نهایت مخرب برای کشور ایران بود، و می دونیم الان سرزمین هایی که در شمال ما قرار گرفته و جمهوری های مختلفی که هستن، اینها از کشور ایران جدا شده و اکنون موجود است. ببینید، میزفتحعلی آخوندزاده انتقاد می کرد به نقش روحانیت در به فدا کردن و به باد دادن مقدار زیادی از کشور ما به روس‌ها. در کتاب مکتوبات حتما ببینید، در اینترنت هم هستش. یا مثلا شما فکر کنید میرزا خان کرمانی، طالبوف تبریزی و یا زین العابدین مراغی و یا میرزا آقا تبریزی نمایشنامه نویس، اینها یک به گونه ای سعی می کردم که ایران و در این حال انتقاد از دخالت روحانیت بکنن، ولی بی نهایت چیز بود. هنوز جامعه ایران در نیافته بود که میشه یک کشور رو بدون دخالت دین در سیاست اداره کرد. به همین دلیل شما میبینید در آثار مستشار دوله، سپهسالار و حتی دیگرانی که در جنبش مشروطیت همکاری هایی کردن و دخالت آخوندها در مثل آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی در جنبش مشروطه ایران، میبینید که چه مقدار عمیق بود این دخالت ها. طبیعی هم بود که با بودن اونها نمیتونست کشور ایران به دنبال مقوله سکولار و یا لایسیته بره. یه تعدادی بودن که مثل تغییرزاده و غیره و اینا که میل داشتن اینجور که این گونه مسائل هم مطرح بکنن، ولی جامعه به طور کلی در شنیدن این گونه نظریات وسواس عجیب داشت. اون چی که مهم هستش، ما باید جامعه ایران باید در مقابل یک عمل کاملا انجام شده قرار می گرفت، برای اینکه در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه به هر حال جامعه چیز نبود، جامعه که به دنبال مذهب باشن و یا در
تقویت مذهب باشن. تا یه حدودی رضا شاه، نه محمد رضا شاه متاسفانه به این چیزا علاقمندی نشان میداد و من متاسف هستم. ولی اونش که مهم هستش اینه که جامعه ما با انقلاب نکبتبار جمهوری اسلامی با یک چالش عمیقی روبرو شد و دریافت که روحانیت با دخالتش در امر دولت و حکومت مسبب واقعی همه ناکامی‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، صنعتی، نظامی، همه چیز در ایران است. و چون کشور ایران به یک بنبست عمیق هم و عجیبی هم گرفته شده و همه نگران این آینده ایران است. ببینید جمهوری اسلامی، من برای شما یک بار گفتم جمهوری اسلامی یک تیتر بسیار واقعی داره، ولایت مطلقه فقیه. در حقیقت ولایت مطلقه فقیه با این لغت مطلقش یعنی دیکتاتوری فقیه در همه زمینه ها، در همه مسائل که مربوط میشه به روان، روح، مسائل سیاسی، اجتماعی، مسائل اقتصادی، دانش و پژوهش، که همه چیز اینها دخالت در همه چیز میکنن، با اینکه به کلی از فهم این گونه مسائل عاری هستند و به کلی بی سواد در مورد این گونه مسائل علمی و این جهانی. من فکر میکنم الان زمان اون رسیده، کاملا رسیده، برای اینکه مردم با گوشت و پوست خودشون دریافتن که دخالت دین و مقامات دینی در سیاست چه مقدار فاجعه آور است. و برای قبول یک جامعه سکولار، یک دموکراسی و دموکراتی سکولار آمادگی بی نهایت بیشتری دارد، حتی آدم های کم سواد. برای که همون آدم های کم سواد هم متوجه هستن که این آخونده چه مقدار فساد به بار آوردن، چه مقدار زندگی اقتصادی مردم تباهی کشاندن و چه مقدار جوانان، دختران جوان ایرانی رو به میدان اعدام کشاندن. برای اینکه جواب همه این ناکامی ها رو ما ایرانی ها بتوانیم بدیم، باید شب و روز از یک دموکراسی سکولار صحبت بکنیم، دفاع بکنیم و دیگران هم تشویق بکنیم که این راه واقعی و حقیقی برای نجات از گرفتاری های مختلفی است که در ایران گرفتارش است. من فکر می کنم که وقت اون رسیده که آنی راحت نگیریم و به دنبال چیز باشیم. توجه هم داشته باشید ایران در هر صورت منشور جهانی حقوق بشر رو امضا کرده. منشور جهانی حقوق بشر در حقیقت غیر مستقیم یه جامعه سکولار و لائیس باید درش وجود داشته باشه تا رعایت این قوانین، یعنی قوانین منشور جهانی حقوق بشر در اون اجرا بشه. پس باید گفت زمینه با بی نهایت فراهم هستش که ما به طرف لائیسیته و یا سکولاریسم بریم و یک کشور دموکرات داشته باشیم. معذرت. سپاسگزارم جناب آقای چوبینه.
جناب آقای کیانزاد، شما فرمودید که ما بهتره که صحبتی از لایسیته نکنیم با توجه به اینکه فرهنگ عمومی جامعه ایران با این مطلب زیاد آشنایی نداره. اما من فکر میکنم ساختار فقه سیاسی شیعه از نظر ذهنیت دخالت در امور سیاسی تشابهات زیادی با مذهب کاتولیک در مسیحیت داشته باشه. لذا ما با لایسیته بهتر میتونیم مرحله گذار از فقه سیاسی شیعه رو طی کنیم و بر اون غالب بشیم. به نظر شما این مطلب چگونه هست؟ میشنویم سخنان شما رو جناب کیانزاد. بله، خب ببینید، جناب چوبینه سخن از جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطیت به میان آوردند و در آن هنگام به هر روی به گونه‌ای باید بگوییم که این مسئله جدایی دین از حکومت، وقتی سخن از مشروطیت و مشروعه به میان آورد شده از سوی شیخ فضل‌الله نوری، در آن هنگام برداشت به گونه ای هم روشن بود، یعنی مشروطیتی که در واقع یک سیستم و ساختار سیاسی قانون مدار به وجود بیاد و تا اندازه دست عرض شود که شاهان مستبد قاجار و ارتجاع ملایان کوتاه بشه. یعنی ما این دوران رو به گونه ای از آن هنگام از سر گذرانده ایم و همطوری هم که باز اشاره شد در زمان رضا شاه که دوران بگوی مدرنیته و ترقی و پیشرفت رو در مملکت آغاز کرد، اگر که با دین به گونه‌ای جلوی ملایان رو نمی گرفت، اصولا مسئله کشف حجاب، خود این مسئله بسیار بسیار مهمه در آن هنگام گویزه، در آن هنگام که خب به گونه‌ای در برابر دخالت دین در حکومت قرار داشت. و حتی در خراسان میدونیم که مسجد، فکر میکنم اشتباه نکنم، برشاد رو اونجا که لازم شد به توپ بست. و بنابراین اینها در تاریخ سیاسی کشور ما وجود داره و امروز هم کاملا درسته. اشارهی که در این راستا شد که مردم ایران دقیقا متوجه این شدند یک اصطلاح ساختار مذهبی نتیجه‌اش چه به بار خواهد آورد و ساختاری که در مقایسه با رژیم گذشته به گونه دیگری بود. بنابراین این مسئله، من فکر میکنم مسئله جدایی از مذهب، سکولاریسم، به گونه حل شده است. وقتی که فرض بفرمایید که از این شعارهایی که در جنبش همین چند هفته گذشته مطرح شد، وقتی که میگه رهبر خدایی میکند، ملت گدایی میکند، به نظر من از این قشنگتر و زیباتر بیان نمیشه که امر به اصطلاح دخالت دین رو که رهبر مدعی خدایی است و خودش رو ولایت فقیه از جانب خدا بر روی زمین در واقع میداند، خیلی ساده آمدن میگوین که ما نمیخواهیم. بنابراین این مسئله با در نظر گرفتن این که خب بنیانگذار جمهوری اسلامی شخص خمینی که نه مسئله ملت سرش میشد، نه مسئله کشور سرش میشد، نه مسئله فرهنگ و گذشته ایران مطرح میشد، ملت رو تبدیل به امت کرد و بعد هم مسئله شیعه‌گری و بعد هم جنگ 8 ساله ایران و عراق و آنچه که امروز در منطقه در واقع پیش آمده. بنابراین من فکر میکنم این راه
رژیم راه بازگشت دیگه در واقع نداره. در رابطه با پرسشی که جناب علی بیان داشتید، من یک مقدار نگران هستم و اون این است که ما اکنون اولویت‌های سیاسی دیگری رو در پیش داریم. نخستینش و برترینش به زیر کشیدن جمهوری اسلامی از اریکه این قدرت فاشیستی و این قدرت عرشت شیطانی است به زیر، و بعد اینکه واقعا رو به سوی این داشته باشیم که شرایطی فراهم بشه در جامعه ایران، احزاب آزاد بشوند، عرض شود که سندیکاها آزاد بشوند، رسانه‌های گروهی آزاد بشوند، شرایطی به وجود داد، احزاب در واقع بتوانند به وجود بیان، احزابی که اصلا فعالیت داشته باشند، تا اینکه شرایط یک انتخابات آزاد فراهم بشه، مردم بتوانند نمایندگانشون مجلس مؤسسان بفرستند، در مجلس مؤسسان بعد هیچ مانعی هم نداره. اگر واقعا شرایطش فراهم شده بود، یعنی واقعا دیده بشه که مردم در آن هنگام با شوق به آزادی که دیدن در واقع خیزششون به نتیجه رسیده، اون وقت است که میتوان احیانا رو به اون سو هم داشت، یعنی آمد مطرح کرد، ولی بایستی آموزش داد، یعنی بایستی دقیقا روشن کرد که معنا و منظور چیست. نه اینکه بعضی کسانی بیان مولد این بشن، بله میخواهند بیدینی رو در مملکت اشاعه بدن، بله. و این چیزیست که در واقع ما باید سخت جلوش بیستیم و نگذاریم که یه چنین تبلیغاتی رو در واقع به راه بیاندازن. اما کاملا روشنه که هیچ جامعه دموکراتی اصولا نمیتواند به خودش شکل بگیره و بنیان بگیره که دین باز بخواد نقش رو در سرنوشت هر شود که مردم و پیشرفت جامعه در واقع بازی بکنه. و ما خوب میدونیم در این آلمانی که به هر حال من هستم، جناب چوبینه هستم، من فکر میکنم جناب عجمی هم احیانا در آلمان شایدم در نمیدونم فکر میکنم تشریف داشته باشن، ولی بله در سوئد. خب ما میبینیم، من بیش از 50 سال در این کشور هستم، البته پس از پایان تحصیل به ایران رفتم، 7 سال اونجا بودم، 1 سال پس از انقلاب مجبور به ترک وطن شدم، ولی در این جامعه میبینیم که به گونه ای نه تنها سکولار هست، ولی به گونه هم لایکه، کسی به کار کسی کار نداره. اون کسانی هم که باورهای مذهبی دارن، اینطوری که من میبینم، فقط بفهمید سالی و ناخته میاد میرند عرشوت که یه کلیسایی هم میرند و بعد میان سر خانه زندگیشون و کلیسا در واقع دخالتی در امر سیاست حکومت نداره، بلکه ابراز نظر میکنه. اگر اون هم بیشتر در رابطه با کمک در رابطه با مسائل بگوییم سوسیال و کمک به مردم، کسانی که نیاز به کمک‌هایی در واقع دارند. بنابراین من فقط عرض شود که شخصا هیچ مشکلی با این مسئله ندارم، ولی اون نگرانی است، ولی من فکر می‌کنم که مربوط به آینده خواهد شد که ببینیم که فضای سیاسی که به وجود آمده چگونه است. و به قول معروف خیلی ساده بگم، میگویند که تنور وقتی که درست گرم هست بتوان نان رو، خمیر رو هم برایش چسباند. بله بسیار، من تمام سپاسگزارم جناب آقای جانپور. همطوری که فرمودید، بله بندم و تمام ایران دوستا اولویتشون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدون برو برگرد. هر تصمیمی که بخوایم بگیریم بعد از سرنگونی، قبل از سرنگونی گفتن هر چیزی رفراندوم اصلا افسانه است و نباید بهش توجه شد.
عرضم به حضور شما به عنوان آخرین سوال میخواستم از جناب آقای عجمی بپرسم، هگل فیلسوف آلمانی معتقده که شدت و تندی انقلابی در لایسیته برای مبارزه با افکار پریشان مذهبی، البته به نظر من افکار تمامیت خواهی شیعه ایران کارآمدتره، چون ما تو سکولاریسم چیزی از این شدت و تندی نمیبینیم. جناب آقای عجمی نظر شما در این مورد چیه؟ متشکرم. عرض کنم خدمت شما در رابطه با این سوالی که فرمودین که نظریه آقای هگل چیست، البته ما میتونیم ظاهرا موافقت بکنیم با این نظر که در رابطه با کشور خود ما ایران که یک چنین فاجعه‌ای رخ داده، مطمئناً عملی که انجام میشه عکس العملی میبایست در همون جهت عکس و به همون میزان انجام بشه. من فکر میکنم از اینجا سرچشمه میگیره. ولی در طول تاریخ این پروسه‌ای که انجام شده از ابتدا به ساکن از طریق سکولاریسم به این شکل بوده که عرض کردن در کشورهای مختلف و در مقاطع زمانی مختلف هم گوناگون بوده است. به همین شکل که مثلا اگر الان هند یکی از کشورهایی هست که سکولار هست، خود این دولت به احزاب یا به گروه‌ها و یا به تشکیلات مذهبی کمک میکنه و حتی تا درجه این کمک رو میکنه که به بعضی از مسلمان هایی که میخوان برن مکه و قدرت مالی ندارن حتی پول میده، با وجودی که این دولت یک دولت سکولار هست و میدونیم که از نظر دموکراسی از کشورهای بسیار پیشرفته دموکراسی است در تئوری و عمل. خب این فجایعی که اتفاق افتاده از طریق دین اصولا به خاطر این هست که ما بیان مناسبات بین انسانها و مناسبات ادیان با دولت و بین خود ادیان و مناسبات دولت با مردم را به شگونه ای ایجاد بکنن که بتوانند در یک فضای سالم و بدون خشونت زندگی بکنن، یعنی یک زندگی مسالمت‌آمیز. یک فلسفه کار این هست از ایجاد چنین تئوری‌هایی و عملکردهایی به این شکل بوده است. حالا اگر اینکه در کشورهای مختلف شرایط تاریخی یا شرایط قدرت‌های مذهبی به شکل‌های دیگه‌ای هست، مطمئناً می‌بایست دقیقاً متناسب با همون شدت و حدتی که امروزه اسم اون رادیکالیسم مذهبی می‌ذارن باید برخورد کرد. اما اصل قضیه اینجاست که جناب کیانزاد هم اشاره داشتن که مثلا در جلسه ای که داشتن با اگر آقای شریعت مداری یه مقداری عکس العمل نشون میداد، این به خاطر همون شرایط مذهبی هست که داشتن. اصولا مذهب و دین یا کسایی که باورمند هستن، اعتقاد دارن، یک مسئله اعتقادی و باورمندی است، به خاطری که این باورمندی و اعتقاد هیچ پایه و اساس علمی متناسب با دانش گذشته و امروز جامعه نداره، با گذشته و دانش و اطلاعات امروزی و سیستم‌های زندگی بشری امروزی ندارد، به این دلیل میبایست اصولاً جدا باشه از اثرگذاری روی کل سیستم قانونمندی، قانونگذاری، اجرایی و یا تمام نهادهای مدیریتی جامعه ریز و درشت. به این دلیل میگیم که جلوی اون برخورد خشونت‌آمیزی که در فلسفه مذهب و دین نهفته است و کسی که باورمند و به اعتقاد داره به هر کدوم از این ادیان، اصولا فلسفهش این هست که برتری جویی است و در نهایت برای کسب همون امتیازات اجتماعی هست که از خشونت استفاده میکنه، جز فلسفهش هست. این که فرمودین که بله یه مقداری مهربانانه آقای کیانزاد در رابطه با برخورد با فعلا مسلمین، حالا خود مسیحی و کاتولیک و پروتستان که یک
مسئله رفرمی در آنها بوده است، اینها به این دلیل است که جلوی خشونت و برخورد را بگیرن که یه مقدار از سکولار استفاده کردن یا پروتستان ها از یک رفرمی استفاده کردن برای همزیستی مسالمت‌آمیز، برای درک همدیگر. ولی کاتولیک این کار را نمی کنه و یا سایرشون. الان در کشور ما این وضع داره، کسی که با فلسفه کشتار میاد جلو، کسی که با فلسفه فساد و دزدی و جنایت و تجاوز و به هر شکلی اعمال نظریات و باورهای اعتقادات شخصیش به مسائل اجتماعی، به قانون، به بچه، به همه چی میکنه، این چنین فساد و جنایتکاری ابدا از نظر من قابل احترام نیست. به همین دلیل باید یک فکری کرد وقتی که چنین شدت و حدتی از طرفی، و ما میدونیم که در فلسفه بیسیکالی این که یک کتاب دارن به نام قرآن یا هر کتاب ادیانی دیگه، این باید پیروی بکند از چنین فساد و جنایت و تجاوزی که دنیا را مثل خودش بکنه و اعمال بکنه. بنابراین اینجا ما به این حرکت یا به این تئوری، به این مسئله‌ای که داره اعمال میکنه جنایت به جامعه، ابدا احترام نمیگذاریم و در مقابل برای جلوگیری، مثل کشورهایی که عرض کردم، برای جلوگیری از ادامه خشونت و یا برخوردهای نظامی و خشونت‌آمیز، لازم هست که قانونمند با این قضیه برخورد بشه. الان که ما مشکل دولت دموکراتیک یا آزادی سیاسی یا آزادی های دیگر یا یک دولت و یا یک حکومت مردمی در کشور نداریم، ولی تمام امید به اون احزاب و روشنگرانی است و الیت جامعه است که به صورت تشکیلاتی یا فردی در راه ایجاد نجات ایرانی از چنگ چنین اهریمن زمانی کوشش میکنن، تلاش میکنن. این را هم به عنوان یکی از اصول آینده در نظر داشته باشن، ولی به معنی این نیست که حتما میبایست درگیری نظامی پیش بیاد. برای جلوگیری از آن عرض کردم که به صورت قانونمند و به صورت لایسیته و نه سکولاریسم که فقط جدا باشند، ولی چون در فلسفه‌اش هست حتما سوء استفاده خواهد کرد و از تمام روزنه‌ها استفاده می‌کند برای اعمال نظریاتش. بنابراین باید از تمام اون نهادها و اون امکاناتی که در اختیارش هست و در آینده میتونه، به خصوص که همین چیز شیعه بر اساس مسئله دروغگویی است و خود است و نیرنگ و ریاکاری است، بنابراین میبایست به صورت قانونمند دست اونو از دخالت در تمام نهادهای آموزشی، قضایی و فرهنگی و بخصوص کودکان جدا کرد، از اونو جلو گرفت در آینده که از این نوع سوء استفاده‌ها برای اعمال نظریات در با خشونت و جنایت جلوگیری بشه. منظور ما فقط از لایسیته به این شکل هست که متناسب هست، حالا اگر آقای هگل یا هر کسی دیگه که شما فرمودین، من قبلا اطلاعی نداشتم، ولی لزوماً برای برخورد با هر نیروی، یک نیروی متناسب با اون اما در جهت مخالف حرکت انجام میشه، ولی این به دلیل خشونت و جنگی نیست، به دلیل رعایت همون حقوق بشر و همون دموکراسی. قانونمند دست اونو از نهادهای اجتماعی به هر شکل ریز و درشت و مدیریت جامعه باید کوتاه بشه و از اون جلوگیری بشه. در خدمت هستم. سپاسگزارم از تمام میهمانان عزیز. تو میزگرد به آخر برنامه رسیدیم. واقعا سخنان مبسوطی فرمودید، بسیار خوب بود، از همه تون تشکر میکنم. و در پایان باید بگم که نفی و انکار واقعیت جدایی دین از سیاست از سوی هر فرد و سازمانی در ایران در واقع تأخیر انداختن در سرنگونی نظام مذهبی و بقای نظام سرکوبگر اسلامی در ایران رو تضمین میکنه. اینه که باید همیشه دنبال این مسئله باشیم که به فکر تبلیغ جدایی دین از سیاست، حالا به قول جناب آقای عجمی از طریق لایسیته یا به قول جناب آقای کیانزاد از طریق سکولار، اینو پیش ببریم. ولی به نظر منم همون گونه که در اول برنامه گفتم، لایسیته از جهت این که مستقیما در مقابل مذهب قرار میگیره،
یعنی قدرت مذهبی رو نقد نمی کنه، مستقیما میگه آقا مذهب تو برو کنار، همطور که من در کار تو دخالت نمی کنم تو هم اجازه نداری در کار من دخالت کنی. این به نظر من برای ایران بهتره. به هر حال سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و تشکر میکنم. امیدوارم که این کارها و این زحمات شما به رهایی ایران بیانجامه و ما بتونیم یک کشور آزاد و دموکراتیکی داشته باشیم. شب شما بخیر. خیلی ممنونم.